به برنامه نان گالاسار خوش اومدید. سلام به همگی، من مریم نوازی ام. من فریبرز پویا هستم. متاسفیم که چند هفته برنامه نداشتیم، ولی الان دوباره برگشتیم به کارو. خیلی از این کارا تکرار میکنید. در برنامه این هفته در رابطه با یه گروه ضد به اصطلاح فاشیست که سعی کردن جلوی فعالین همجنسگرای ایرانی رو بگیرن در شرکت در پراید کانادا که مارش حقوق همجنسگران در تورنتو کانادا بود، ولی نتونستن. و در ضمن در رابطه با پراید لندن صحبت خواهیم کرد، 8 ژوئیه که ما در اون شرکت خواهیم کرد و تمرکز میکنیم روی اسلام و همجنسگرایی. بیاین به ما بپیوندین در این تظاهرات. مسابقه این هفتمون با انصاف حیدر هست در رابطه با 5 سال زندانی رؤوف بدوی و آخرین وضعیت و صحبت‌هایی در این مورد. فتوای احمقانه در رابطه با اینکه مردان اجازه دارن که با جن مؤنث ازدواج کنن ولی زنان نمیتونن به خاطر اینکه حرومه، و لحظه زیبای زندگیمون هم از تونسه که ادهی در اعتراض به قوانین اجباری رمضان اعتراض کردن. خیلی لحظه زیبایی رو درست کردن. امیدواریم از این برنامه خوشتون بیاد. با ما باشید. اخیراً یک ویدیوی واقعا شوکه آوری داره پخش میشه در فیسبوک، و این از یک گروهی از همجنسگرایان ایرانیه که میخوان بپیوندن به مارس پراید، پراید همجنسگرایی که در خیلی کشورها در سراسر دنیا داره اتفاق میفته، و یک گروه آنتیفا هست که به خودشون میگن ضد فاشیست که جلوشون رو گرفتن و دارن داد میزنن نه به نفرت پراکنی در پراید همجنسگرایان. یعنی نمیخوان که کسایی که هوادار حقوق همجنسگرایان در خاورمیانه و از کشورهای اسلام زده هستن، اینا در این مورد صحبت کنن. فکر کنم این بیان همجنسگرایان کشورها فقط برای خودشونه، فقط برای خودشونه، و این زده در واقع نفرت پراکنی علیه مسلمان‌ها میشه. این دنیای عجیب غریب هوادارای اسلام توی دنیاست، توی آمریکا، توی اروپا. در واقع مشکلشون فقط اینه که میخوان از اسلام دفاع کنن، به خاطر اینکه اگر میخوای از حق و حقوق همجنسگران دفاع کنی، فقط برای خودت که نیست، این حق برای همه است، برای توه، برای کسی که از ایرانه، برای کسی که از عربستان سعودیه. یعنی چه اگر تو خودش یکی از همین معترضین ضد فاشیست نزدیک لخته، برای خودش این حق رو میدونه، ولی برای ایرانی میگه که تو داری نفرت پراکنی میکنی وقتی میگی که یک مسلمون هم حق همجنسگرایی داره، یک کسی که از ایران میادم این حق رو داره. اتفاقا یکی از پلاکاردهای یکی از ایرانی هم بود که من مسلمونم، همجنسگرام، میخوام دفاع کنم از حق همجنسگرایی. اجازه نیست. و جالب اینه که چقدر این جنگ بینه بین مردمی که از حق همجنسگرایی و حق عشق آزاد در واقع دفاع میکنن، نبردی که با اسلامیت تو کشورهای خاورمیانه هر روز داره ادامه پیدا میکنه. توی تورنتو هم خوی لحظه خودش نشون داد و موفق شدن این جریانات عقب مونده ظاهرا ضد فاشیست توی تورنتو نتونستن در واقع جلوی این بگیرن. و چقدر با گروه مدافع همجنسگرایان در تورنتو با محبت و با آغوش باز مردمی که اونجا بودن روبرو شدن و در واقع خیلی خوب کار خیلی زیبایی رو کردن، و در واقع ما امیدواریم که موفق باشن در این راه. درود میفرستیم بهشون. و خب ما هم در لندن قراره جزو پراید باشیم و عملا تمرکزمون روی اسلامه و ضدیت اسلام، تمام مذاهب، ولی به خصوص در این چارچوب در رابطه اسلام و دولت‌های اسلامی علیه همجنسگرایی و حقوق LGBT. و خب مشخصه به خاطر اینکه تمام کشورهایی که اعدام میکنه افراد به خاطر همجنسگرایی کدوم کشوران؟ کشورهای اسلامی هستند، قوانین اسلامی هستند، دولت‌های اسلامی هستند. و بعد جلوشون رو گرفت. 8 جولای در واقع در لندن بیاین به ما بپیوندین در همبستگی و دفاع از حق همجنسگرایی.
چند هفته پیش وقتی انصاف هیدر همسر مبارز رئوف بدوی که به 10 سال زندان در عربستان سعودی محکوم شده اینجا بود برای مراسم سالگرد 50 سال زندانی رئوف تونستیم باشه مسابقه کوتاهی کنیم، ولی واقعا میشه گفت انصاف چقدر شیرزنیه و چقدر تونسته وضعیت و واقعیت زندگی رئوف بدوی رو توی دنیا مطرح کنه و شده یه سمبول، هم خودش هم رئوف شده دقیقا. یه سمبول برای آزاداندیشی در دنیا. دقیقا و در واقع رئوف بدوی از عربستان سمبول یک مقاومت به طور مشخص توی عربستان سعودیه. هزاران نفر در حال نبرد با دولت اسلامی عربستان سعودی هستن، صدها نفر در زندان دارن که به طور مشخص جرمشون به عنوان آتئیست، به عنوان کسایی که مخالفت میکنن، اعتراض میکنن، در زندان ها قرار دارن و در واقع رئوف بدوی نماینده و سمبول این مقاومت شده. یه نکته رو که به نظر من انصاف حیدر توی صحبتاتی که تو لندن مطرح میکرد خیلی جالبه، میگفت که حق بیان مسالمت آمیز عقاید و نظر انسان یه چیزیه که نمیشه روش تجارت کرد و باش مبادله کرد، غیر قابل مبادله است و حق پایه انسانه. این خیلی حرف مهمی که خیلی از جوامع اسلام زده رو نمایندگی و دقیقاً هم به همین دلیل هم انقدر با شدت باش برخورد میشه از سوی دولت‌های اسلامی، به خاطر اینکه انقدر میتونه همه این توتالیتریزمشون رو سرکوبشون رو زیر سوال ببره. و میشه دید که رئوف بدوی تنها نیست، خیلی کسایی هستن که الان دارن در عربستان سعودی مقاومت میکنن. تعدادی هستن مثل یه کسی هست مثل احمد الشمری که به اعدام محکوم شده به خاطر توهین به مقدسات، و خب میدونیم این یه چیزی که تو ایران هم صورت میگیره، سینا دهقان برای مثال که اونم اعدام میخوان اعدامش کنن به خاطر توهین به مقدسات و غیره. و یه واقعیت اینه که این یه حق پایه انسانه. دقیقا اینطوره. و چیزی که مهمه به نظر من اینه که این مقاومت خیلی سراسریه، تو تمام دنیا هست. ما باید از حق آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده برای تغییر جامعه در تمام دنیا باید ازش پشتیبانی بکنیم. ما از رئوف بدوی که در واقع به 10 سال زندان محکوم به 10 سال زندان محکوم شده که الان 5 سالش گذشته، به 1000 ضربه شلاق محکوم شده، 50 ضربه رو زدن ولی به خاطر اعتراضات بین المللی اینو برای مدتی متوقف کردن، ولی خب هر موقعی میتونن دوباره اجراش کنن. در ضمن بعد از اینکه برای به اصطلاح آزاد بشه هنوز به 10 سال محکوم شده که نمیتونه از کشور خارج بشه و یا چیزی بنویسه یا دسترسی به اینترنت داشته باشه. و ما میدونیم که همسرش و 3 تا بچه‌هاش توی کانادان و خب مهمه که بتونه سریعا به خانوادهش بپیونده. و یه خواست ما اینه که دولت کانادا به خصوص و همه دولت‌ها پافشاری کنن که رئیف فوراً آزاد بشه و بهش تابعیت بدن. یعنی وقتی که همه کشور رو بهش تابعیت بدن، کشور غیر اسلامی البته، کسی نمیخواد از چاله دیگه بیفته، بتونه که سریعاً به خانوادهش برسه و بالاخره بتونن زندگیشون ادامه بدن. یه ویدیویی الان نشون میدیم، مصاحبه با همسرش که متاسفانه خیلی کوتاه به خاطر اینکه خیلی مطبوعات اونجا بودن، داشتن باش مصاحبه میکردن و ما نمیخواستیم زیاد وقتشو بگیریم. بعد از این یه ویدیوی کوتاهی که دخترها و پسراش درست کردن که واقعا میتونی ببینید 5 سال گذشته از بچگی بزرگ شدن بدون پدر، بدون هیچ جرمی. رئوف بدوی جرمی رو مرتکب نشده، نظرش به شکل مسالمت آمیز بیان کرده، ابراز نظر، حق گفتگو، حق حرف زدن، حق دادن نظر برای تغییر جامعه و تغییر زندگی یا حتی بیان آزاده هر نظری که باشه حق پایی بشره، همونطوری که انصاف گفت. حالا این ویدیو رو با هم نگاه کنیم، مصاحبه رو ببینیم با هم و برگردیم. انصاف حیدر، it's wonderful to be able to finally meet you. چون حلو انو نحنا مغارف علیکی اخیرا. Can I please, thank you, can I just tell you why are you here today? What are you commemorating?
موجودة أنا اليوم في I am here today في لندن in London أول سبب first reason is to منظمة مراسلون بلا حدود is thanks to the organization Reporters Without Borders and Pan English of course they organized a trip for me سفر وفعلا يعني أنا سعيدة إني الآن I am very happy to be here with you today I really felt that their solidarity and support from the London people in London لكن فعلا سعيدة إنه حسيت إنه في تضامن من الشعب في أكثر من جهة The support comes from a lot of directions not only specific individuals so I'm really happy to see that It's going to be 5 years Raif is in prison. What are you hoping for? Why are you continuing your campaign now? I never lose hope on his case. I always keep on hoping and working on it. Freedom will be soon for Raif. He will be released soon. I have hope even in the Saudi system. I'm not negative about it. عندي أمل كمان عشان الشعب العالم كله متضامن معانا I have hope also because I see the solidarity at the international level as I feel I'm not alone العالم له مردود نفسي علينا The solidarity of the people the international community is very necessary for us and it helps us a lot How are you holding up and also your kids and Raif كيف عم تقدر تعيش بهالظروف وولادك كيف حالتهم اليوم أكيد أولادي يعيشوا في حالة انتظار يعني أولادي حرموا من أبوهم من هم لساعهم waiting أطفال. State waiting for their father so it's a bit difficult أكيد الوضع صعب of course the situation is very difficult for us ولكن نحاول إننا But نعيش we try بشكل as much طبيعي. As we can to live in a normal way and while waiting what do you want people to continue doing شو بدك الناس يكملوا يعملوا أنا بصراحة يعني أي صوت بيندد بحرية رأي أكيد يعني لي كثير I am very happy and every sound, every voice of anyone supporting Raif is really matters for me, matters for us أتمنى منهم إنهم يستمروا I hope that they continue in this fight and this ما support ما رح أقول سياسة معينة ولكن أصواتهم الحرية اللي رايف تكفيني إنهم يقولوها The fact that they express support for Raif for his release is matters a lot to me أي مساعدة إنه يقدمها Any kind of support and this kind of support is already sufficient for me. Well, just to say that Raif is a hero for all of us, but so are هو you. هو بطل رائف لإلنا وبس كمان لإلي. أكيد أكيد. Of course. And we'll keep fighting until he's free. ولحنا نستمر بالجهودنا. ألف شكر لكم وأنا عندي ثقة فيكم. Thank you very much. I trust you. وهذا اللي عطيني Thank you because الأمل. You are with me and this is what gives me hope. Thanks a lot. Thank you. 10 ans de prison, 1000 coups de fouet pour des phrases pacifiques. C'est injuste que notre père soit en prison. Il n'a tué personne. Là, ça suffit. Il a juste créé un blog. Ce n'est pas illégal. On a trop attendu. On a besoin de voir notre papa. La chose qui me manque le plus chez lui, c'est son sourire très contagieux. در موریتانی یک شیخی هست اسمش انقدر طولانیه که متاسفانه باید بخونم و همونطوری که عزیزان میدونن اسم طولانی با فتوای احمقانه رابطه مستقی خیلی مستقیمی داره شیخ احمد و ولد المرابط ولد حبیب الرحمن و ایشون چی گفتن؟ گفتن اگه که یه مرد با یه جن مؤنث ازدواج کنه possible احتمال داره ازدواج کنه it's fine اشکال نداره اگه ولی اگه یک زن با یه جن مذکر ازدواج کنه حرامه حرام این کار نباید حرام مشکلش البته این نیست که چه جالب دنیا درباره دنیای غیر واقعی داره صحبت میکنه بیرون برای سخنرانی امیدای خودش رو مثل که داره مطرح میکنه کاش که جنی بود دنیای عجیب غریب اینا حتی اونجا هم تبعیض آره خیلی جالبه خوشبال مردان واقعا کسایی که الان مردن حتما الان دارن کچلوارشون رو میکنن تر برن سراغ یه جن خوش بگذره بهتون
در تونس تعدادی جمع شدن در دفاع از روزخاری در موقع رمضان و دفاع کردن از حق کسایی که میخوان در طول رمضان غذا بخورن، آب بنوشن. و یک صحبتشون این بوده که چرا غذا خوردن من تو رو ناراحت میکنه. در واقع این مقاومتی که خیلی کشور است، توی فلسطین این کار کردن، مردم اعتراض کردن، در ایران هر روز ماه رمضان جنگ بین مردم و مقامات انتظامی جمهوری اسلامی، و تو لندن هم مثل سال گذشته دوباره امسال عده‌ای در اعتراض به قوانین اجباری رمضان جلوی سفارت‌های کشورهایی که رمضان رو به زور تو حلقوم مردم میکنن اعتراض کردن، غذا خوردن، شراب خوردن. یکیش هم جلوی سفارت جمهوری اسلامی بود. خب یه سری آدم ها پرسیدن چرا توهین میکنین به مذهب آدم ها؟ ولی و یه واقعیت اینه که ما نمیگیم که کسی حق نداره روزه بگیره، معلومه حق دارن، ولی ما داریم دفاع میکنیم از کسایی که این حق رو ندارن. غذا خوردن جلوی سفارت خونه جمهوری اسلامی که با زور آدم ها رو داره مجبور میکنه که روزه بگیرن، یک نوع اعتراضه و همبستگی نشون دادنه به کسایی که دارن اذیت آزار میشن. دقیقا کار زیبای معترضین تونسی، نماینده اعتراض تمام مردم تو خاورمیانه، شمال آفریقا و تمام کشورها و مکانایی که اسلامی‌ها به زور روزه و قوانین اسلامی رو توی حلقوم مردم می‌کنن. به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. امیدواریم برنامه جالبی بود برای شما. تا هفته آینده روزها و شبای خیلی خوبی داشته باشین. بای. Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.